امروز 11 مرداد ماه 1395 خورشیدی است. در 15 مرداد ماه چندین سال پیش زندیاد شاپور بختیار در پاریس به دست آدمکشان فرستاده شده از سوی جمهوری اسلامی کشته شد. و هر بار که من به یاد این روز میفتم به راستی اشکی در درونم گره میخورد و برای من بسیار دشوار است درباره این روز دردناک تاریخی با شما سخن بگویم، به ویژه اینکه این دوست گرامی من آقای مهری که حتما هفته آینده در این باره با هم سخن خواهیم گفت اصلا سرپرست کار تبلیغاتی زندیاد بختیار بودند. من زندیاد بختیار رو از کودکی میشناسم، از اون هنگامی که پس از 28 مرداد و من بسیار بسیار کودک بودم، 7-8 سال بیشتر نداشتم، آدم های سرشناس جبهه ملی پنجشنبه شبها در خانه ما جمع می شدند و بهش می گفتند جلسات پنجشنبه شبها، تا اینکه دستگاه ساواک آمد و این جلسات رو به هم ریخت. من گاهی وقتا چایی می بردم برای کسانی که آمده بودند، بعد زیاد هم آشنا نبودم ولی می شناختم آقای سنجابی و فروهر و بختیار و دیگران رو، حتی یکی دوبار هم آقای بازرگان. بر روی می داستم که پدرم با زندیاد بختیار خیلی مربوط هست، مردی بسیار بسیار استوار، چهره بختیاری به مفهوم واقعی کلمه، یعنی یک چهره گویا کوهستانی، ورزشکار و خیلی پر از احساس و پر از توانایی. و همین چهره بود که میدونید بختیار حتی سیگار در زندگیش نکشیده بود، ولی در همون دوران تبلیغات میگفتن که تریاکیست، چون چهره ورزشکارانه داشت و خب همین رو به حساب این گذاشته بودن که این آدم حتما باید تریاکی باشه که این چهره رو داره، آدم غیر تریاکی مگه میشه لب درشت نداشته باشه، چیزهایی از این دست که اون زمان میگفتن. پدرم و زندیاد شاپور بختیار هم زندان بودن، چندین بار با هم در دوران رژیم گذشته به زندان افتادند و چند بار هم همسلول بودند. من هنگامی که از ایران به خارج رسیدم بختیار نخست وزیری رو پذیرفته بود و آمدم به واشنگتن، منزل پدرم که اون موقع واشنگتن زندگی میکردن، پیرامون واشنگتن، و پدرم به هر حال به پاس دوستی دیرین بران شد که با زندیاد بختیار تلفنی تماس بگیره، میخواست شاد باش بگیره و در این حال با او گفتگو کنه و زنگ زد و از راههایی که آشنا بود که به کجا زنگ بزند به دفتر زندیاد بختیار زنگ زد. اون چند روزی از آغاز زمامداری او نگذشته بود، حتی شاید هم هنوز رسما نپذیرفته بود، درست مطمئن نیستم چه لحظه‌ای بود از نظر تاریخی. اون دوران پر از جنب و جوش و پر از هیجان بود، همه جزئیات رو انسان به یاد نداره، ولی همون روزهای آغاز زمامداری بختیار بود. و اون خانم منشی بختیار، خب کسی به نام امینی، نصرت الله امینی، از آمریکا زنگ زده بود و گفته بود که میخواد با بختیار صحبت کنه، پاسخ سربالا داده بود که ایشان گرفتار هستن. پدرم گویا اینها در زندان که با هم بودند یه شوخی های ویژه‌ای هم بینشون روان بوده، از جمله اینکه گویا در هنگامی که همدیگر رو میدیدند یا شرایطی میگفتند که در خبر است، و این اصطلاح حالت مرموز به اونها بود که با هم هر وقت همدیگر رو میدیدند از این استفاده میکردند. پدرم گفت به شاپور بگید که فلان کس میگه در خبر است و اگر شما این رو به آگاهی ایشان نرسانید ممکن است که برای ایشان گرفتاری، برای شما گرفتاری ایجاد بشود. و شاید کمتر از 15 ثانیه نگذشت که شاپور بختیار روی خط آمد و پدرم گفتگو کرد و سفارش پدرم این بود که شاپور، و البته میدونید که با اسم کوچیک هم دیگر رو یاد میکردن، شاپور اعلام جمهوری کن، فرودگاه هم ببند، اجازه نده کسی بیاد، یعنی منظور خمینی است، که البته بختیار پاسخ داده بود که نه عملی نیست، ارتش
اینجا وجود داره و من رو خواهند کش و چیزهایی از این دست. و به هر روی تعهدی داده بود به شاه که چنین کاری رو انجام نده. و شوربختا که زمامدادی او 37 روز بیشتر به درازا نکشید. و یکی از شوربختی های خود من در زندگی این است که در این سالهای پس از تبعید ایشان، آمدن ایشان به پاریس، هیچگاه نتوانستم با ایشان دیدار داشته باشم. یک بار تلفنی با ایشان گفتگو کردم ولی هیچگاه نتوانستم به دیدار ایشون بروم. ولی بر روی مرد برجسته‌ای در تاریخ ایران بود. آدمی بود که در یک دوران پر از دشواری پذیرفت که نخست وزیر بشود. انسانی بود سکولار، انسانی بود که میخواست ایران حکومت غیر دینی و حکومت دموکراتیک رو در ایران بنا بکنه. و جدا از اینکه چه نقدهای دیگری میتوان در رفتار پس از گزینش زمامداری بر او گرفت که به هر کس میتوان نقد کرد، ولی به هر روی یکی از چهرهای ماندگار و برجسته تاریخ ایران به شمار میآید و یاد او همواره در اندیشه ایرانیان، در زندگی و خاطره مشترک ما ایرانیان همیشه پاینده و برجا خواهد بود. شاید هم من و آقای مهری یک برنامه ویژه مشترکی رو با هم داشته باشیم درباره کارنامه و کاروند شاپور بختیار. خب برویم به دیگر مسائلی که به برنامه امروز ما مربوط می شود. من می دانید که یک برنامه دیگری در این تلویزیون دارم به نام برنامه یک کلمه. این برنامه رو خود من اجرا می کنم. ولی در این برنامه برگی از تاریخ که بناس به تاریخ بپردازیم، من هنگامی که آقای مهری در اون طرف ننشستند احساس می کنم که گویا برهنه هستم، نمی توانم همه مسائل رو به درستی با شما در میان بگذارم. این است که از شما پوزش میخوام اگر این برنامه به روانی برنامه هایی که من با دوست گرامی هم آقای مهری دارم انجام نخواهد گرفت. پیش از اینکه این بحث تاریخ رو آغاز کنم، اشاره به وعده‌ای که داده بودیم، نمیدانم آگاه هستید یا نه که در ترکیه عده گروهی از اسلامگرایان رفتن و مجسمه های آتاتورک رو به پایین کشیدن. نمیدانم که کارگردان برنامه این پیکره هایی رو که فرستاده شده در دست دارن یا نه. اینها در اینترنت امروز موجود هست، آمده که اینها رفتن و مجسمه های آتاتورک رو، تندیس های آتاتورک رو در واقع پایین کشیدن. دردناک است. یکی از تنها سنگرهای نسبتاً استوار سکولار در دنیای اسلامی ترکیه بود. یعنی در هنگامی که دیگر کشورهای اسلامی خاورمیانه از جمله ایران، افغانستان، عراق گرفتار خیزش اسلامی شده بودند و هست شدند و هنوز هم هستند، به ترکیه که از سنگرهای سکولاریزم به شمار می آمد. و شما هنگامی که سفر می کردید به ترکیه می دیدید که در این کشور زنان آزاد هستند، برخی حجاب اسلامی رو رعایت می کنند، بسیاری رعایت نمی کردند. ولی رفته رفته کشور ترکیه مانند دیگر کشورهای خاورمیانه سیمای اسلامی بیشتری پیدا می کنند. به نظر می آید که نقطه آغازین از ایران بوده. یعنی این انقلاب اسلامی ایران این جریان اسلامگرایی رو در خاورمیانه آغاز کرده، از اون سوی هم در الجزیره اون جنبش نیرومند اسلامی آغاز شد و سرانجام گسترش پیدا کرد و در دنیای اسلامی ما امروز با جریان دولت جمهوری اسلامی در و حزب الله و چیزهایی از این دست در دنیای شیعی، در کشورهای شیعی روبرو هستیم. و از اون سوی هم با جنبش های تندروی اسلامی مانند داعش، القاعده و جریان های نسبتاً آرامتری مانند اخوان المسلمین در کشورهای اهل سنت. همین این مجرمین پیکره ایست که خوشبختانه جناب مشکیگار توانستن بیابند و روی تلویزیون گذاشتن. ببینید چقدر دردناک است که رفتن در ترکیه
آتاتورکی که مورد علاقه همه مردم ترکیه است. کار به این ندارم که کارنامه ایشان تا چند اندازه درست و نادرست بود، اینها بررسی های تاریخی است، ولی بر روی پایه‌گذار و پدر کشور ترکیه امروز به شمار می آید. یعنی در واقع پس از فروپاشی عثمانی، آتاتورک و این ترکان جوان، که البته این ترکان جوان جنایات علیه ارمنیان رو هم اونها انجام دادن، اینها کشور ترکیه رو پایه گذاشتن و این آتاتورک نماد پیدایش دولت ترکیه بود. ولی این اسلامگرایان ترکیه امروز به این نماد هم در واقع حمله می کنند. یادتون باشه چند سال پیش که انقلاب اسلامی در ایران انجام شد، یکی از نخستین کارهایی که خلخالی انجام داد ویران کردن آرامگاه رضا شاه بود. جدا از این که شما رضا شاه رو میپسندید یا نمیپسندید، به هر روی یکی از پادشاهان سازنده در تاریخ ایران به شمار میآید و جایگاه ویژه‌ای در تاریخ ایران داشته. این که بروند و آرامگاه رو ویران بکنند خیلی دردناک است. همین خلخالی بنا بود که بیاید با گروهی از اوباش، با بلدوزر و غیره بخواهند که تخت جمشید رو ویران کنند. من بسیار شادمانم که پدر من در اون هنگام استاندار فارس بود و اعلام کرد در رادیو که آقای خلخالی عده‌ای از اوباش میخواهند از تهران برای ویران کردن تخت جمشید بیایند و رفتن. مردم واقعا جانبازانه به خیابان ریختند و جلوگیری کردند از اینکه خلخالی بتواند اصلا از تهران حرکت بکنه. یعنی خبر که رسید اصلا جلوشو گرفتن. ولی به هر روی این ویران کردن نمادها در تاریخ هست. شما اگر سفر کنید به گوش و کنار ایران، در این بناهای تاریخی پیش از اسلام میبینید که مسلمانان عرب حمله کننده به ایران چهره های پیکرها رو از میان بردن، یعنی با چکش چهره ها رو از میان، چون چهره در میان مسلمانان تندیس ساختن از چهره حرام بوده یا میگفتن حرام است و سپس هم حرام شده. در بسیاری از جاها آنچه که از تخت جمشید باقی مانده، در بناهایی که پیرامون همدان هست، در شهرهای دیگر ایران، این صورتها رو در واقع با چکش از بین بردند. یعنی این دشمنی با این نمادها یک پیشینه تاریخی دارد. حالا هم افتادن به جان نماد یا تندیس آتاتورک. و میدانید که چند سال پیش هم گروهی رفته بودن برای ویران کردن اون تندیس فردوسی که اون رو نماد یک حرکت ایرانگرایی غیر اسلامی به شمار می آوردند. ما با چنین جریان نیرومندی در خاورمیانه روبرو هستیم. به نظر می آید که در میان مردم این کشورها حرکت متفاوت است. یعنی اگر در میان مردم ترکیه گرایش به سوی اسلامی شدن می باشد، در کشوری مانند ایران که این اسلامی بودن رو در چارچوب یک حکومت جمهوری اسلامی با جان و استخوان و وجود خودشون، پوست و استخوان در واقع لمس کردن، چشیدن، این شلاق رو بر گرده دارن، بر شانه دارن، بر پشت زخم اون رو دارند، گرایش به سوی دوری جستن از این نوع گرایش های تند روست. یعنی در میان مردم گرایش به سوی سکولار شدن هست در ایران، در حالی که در کشورهای دیگری مانند عراق و ترکیه گرایش به سوی اسلامی تر شدن هست، مذهبی تر شدن هست. و این رو خیلی از آمارگرایان هم بهش اشاره کردند که ایران یکی از کشورهای نادر خاورمیانه است که دولت ضد غربی است و مردم دوستدار فرهنگ غرب هستند. دشمنی با آمریکا ندارند، دشمنی با اروپا ندارند و خواهان در واقع سفر هستند، خواهان آموزش دیدن در این کشورها هستند و رخت غربی می پوشند و اگه جلوی اونها رو نگیرند بیشتر از این هم رخت غربی خواهند پوشید. ولی در ببینید، این هم نمونه ای است از ویران کردن این تندیس ها در سوریه، هنگامی که داعشی ها توانستن در فکر میکنم بعلبک به قدرت برسند، این گونه یکی از کهن‌ترین آثار ماندنی تاریخ رو ویران کردند.
پیشتر هم میدانید که در افغانستان رفتن و دو تندیس بزرگ بودا رو بمبگذاری کردن و از بین بردن. نمیدانم با این تندیس ها چه دشمنی دارن. شنیدن که گویا پیامبر اسلام رفته در کعبه چنین کرده. داستان های دروغین تاریخ رو شنیدند و این داستان های دروغین تاریخ رو که معلوم نیست چه پایه‌ای داشته، اینها رو آمدن و تبدیل کردن به یک مذهب، به آیین. و ما امروز سالهاست در ایران گرفتار اون هستیم. و این ماجرای نفوذ رهبران دینی در میان توده مردم در تاریخ ما به راستی فاجعه آفریده. یعنی در کشورهای اسلامی یک رهبر دینی، یک مفتی، یک آخوند شیعی میتواند مردم رو، عوام رو برانگیزه و این عوام رو به کار خیر یا به کار شر برانگیزه. یعنی فتوایی که گفته میشد که میرزای شیرازی در دوران پیش از مشروطه علیه پیمان تنباکو، امتیاز تنباکو، امتیاز معروفی که داده بودند به کمپانی خارجی صادر کرده بود، که معلوم نیست واقعا این رو ساختند یا واقعا این رو میرزای شیرازی بیرون داده باشه، شاید هم بازرگانان اصفهان و شیراز این رو ساخته بودند. بر روی این توده رو برانگیخت که ناصرالدین شاه رو وادار کنه که این پیمان رو لغو کنه. همین فتواها جنگ دوم ایران و روس رو آغاز کرد. یعنی دو آخوند بسیار بسیار مرتجع واپس مانده، ملا احمد کاشانی، ملا احمد نراقی کاشانی و با آقای آدمی به نام محمد مجاهد اصفهانی، او در ناین میزیست، در پیرامون ناین، کاشان ناین میزیست، ناینی، ملا احمد نراقی، یکی از اونجا، دیگری از نجف فتوا دادند و دیگر آخوندها هم از اونها پیروی کردند و جنگ دوم ایران و روس آغاز شد یا پیمان ترکمانچای انجامید. ما این نفوذ رهبران دینی رو در توده مردم ایران بارها دیدیم. گاه این نفوذ پیامد مثبت داشته، گاه این نفوذ پیامد بسیار منفی و بیشتر پیامد منفی. و این یک درد بزرگ تاریخی ماست که به جای نهادهای مدنی در کشور ما این بلواهای مذهبی در دگرگون کردن مسیر تاریخ نقش داره، مثبت و منفی، بیشتر هم منفی اشاره کردم. من اگر امروز بخواهم داوری کنم که با وجود اینکه فتوای نسبت داده شده به میرزای شیرازی پیامد مثبتی برای کنار نهادن این قرارداد داشته، باید بگویم که ای کاش اصلا فتوا دادن غیرقانونی بود، وجود نمی داشت. حتی مواردی که این فتوا می توانست کار مثبتی انجام بدهد. یکی از این آدم هایی که در این زمینه بسیار نقش داشته و بازی کرده و بهره جسته از این نوع کارها آیت الله کاشانی است که بنا بوده در برنامه امروز ما به دراسا با آقای مهری به او بپردازیم، که البته در هفته آینده همراه با آقای مهری من به اون خواهم پرداخت. کاشانی فرزند ابوالقاسم کاشانی، فرزند یکی از آخوندهای بسیار برجسته ایرانی تبار باشنده عراق بوده. پدرش در جنبش نیرومندی که علیه انگلیسی ها برپا شد نقش بسیار مهمی داشته. البته این جنبش ضد انگلیسی هم از اون داستان هاست که باید به جنبه های گوناگون اون پرداخت. ماجرا به این ترتیب است که پس از فروپاشی دولت عثمانی، پس از جنگ جهانی دوم اول، سرزمین امپراتوری عثمانی تقسیم شد. بخش از این سرزمین رو سرپرستیش رو فرانسویان در دست گرفتن، لبنان به دست اونها افتاد. بخشی در واقع میان فرانسه و انگلیس تا حدودی تقسیم شد، ولی بیشتر این سرزمین ها به دست دولت بریتانیا افتاد، چون نیروی اصلی پیروز شده در جنگ جهانی اول
بریتانیا بود. بنابراین آمدن و نقشه کشی خاورمیانه را آغاز کردند و به همین دلیل هم شما اگر نگاه کنید به نقشه جغرافیایی مثلا آفریقا یا به ویژه خاورمیانه ای که پیرامون ما در بخش غربی کشور ماست، در این بخش رو که نگاه کنید جز ایران و ترکیه دیگر کشورها خطکش گذاشتند و این نقشه رو تعیین کردند که نشان میدهد که طبیعی نیست، همون گونه که برای تقسیم آفریقا خطکش گذاشتند و مثلا در جایی در مورد سوریه یا اردن وقتی میبینید این خطکش اندکی تغییر پیدا کرده، به طور شوخی میگن این سکسکه چرچیل بوده، چون چرچیل در اون هنگام وزیر مستعمرات بریتانیا بود و در این نقشه کشی و تقسیم در قاهره در نشستی که داشتن اصلا نقشه رو در قاهره تهیه کردن. یکی از آدم‌های شرکت کننده در این کنفرانس قاهره جنرال آیرونساید هست که سپس سرپرستی کودتای 1299 رو در دست گرفت، ولی در اونجا نشستن و نقشه رو گذاشتن جلو و با خطکش کشور درست کردن، یه چیزی به نام کویت ایجاد کردن با خطکش، عراق و سوریه و اردن. البته برخی از این کشورها دارای پیشینه تاریخی بودن، برخی نبودن. نمیخوام راه دراز بروم چون میخوام موضوع اصلی برگردم. روحانیان شیعی عراق علیه این، نه این تقسیم کشورها بلکه علیه چیز دیگری در عراق شورش کردند، به این معنا که دولت بریتانیا آمد و دو برادر رو که از خاندان هاشمی عربستان بودند، فرزندان کلیددار کعبه بودند، از خاندان هاشمی بودند، چون می‌دانستند که بیشتر مردم عراق شیعی هستند، گفتن اینها در مقابل یک هاشمی که خیشاوند اونهاست، چون شیعیان هم از خانواده رهبران شیعی، امامان شیعی هم از خاندان هاشمی بودند نه از خاندان اموی، آمدن و دو برادر رو از این خاندان هاشمی آوردن و یکی رو کردن پادشاه عربستان و دیگری رو بردن در اردن کردن پادشاه اردن. اینا برادر بودن با سید هم ظاهرن بودن، چون هاشمی بودن دیگه، همه اینا ساداتن. شیعیان عراق نمیخواستن ملک فیصل رو بپذیرن. این است که روحانیان شورش کردند و در این شورش شکست خوردن و بسیاری از اونها به ایران تبعید شدند یا خود تبعید شدند به ایران و آمدند. در همون دورانی که دوران فراز رضا شاه به سوی پادشاهی است، در ایران در قم زندگی میکردند برخی از این روحانیان. این آقای کاشانی فرزند یکی از این آخوندهای سرشناس عراق بود و جالب اینجاست که آیت الله ابوالقاسم کاشانی از همون آغاز در برابر مدرس ایستاد و از رضا خان دفاع میکرد، هنوز رضا شاه نشده بود، و نماینده مجلس مؤسسانی شد که به پادشاهی رضا شاه رأی داد. یعنی آقای ابوالقاسم کاشانی که در این جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مجاهدان و جنبش برانگیزندگان برجسته از او یاد شده، این آدم در مجلس مؤسسان تشکیل دولت پهلوی به سود رضا شاه رأی داد. نمیگویم کار غلطی بوده، ولی این پرونده تاریخی ایشان است و در تمام دوران رضا شاه رابطه نسبتا نیکی با رضا شاه داشته. یادمانده ای امروز در دست ماست، یادداشت‌های سلیمان بهبودی منشی رضا شاه، که بارها در این یادداشت‌ها اشاره میکند که امروز آقای کاشانی آمدند و تقاضای ملاقات با حضرت اشرف رو کردند یا بعدها پادشاه شده بوده با اعلیحضرت. دیگر نامی از او در میان نبود تا اینکه در دوران پس از جنگ جهانی دوم همراه با گروه دیگری مانند فضل الله زاهدی به جرم همکاری با آلمان ها اینها را دستگیر و تبعید کردند. یکی از نمونه های دردناک دخالت یک آخوند در سپهر سیاست که برخی در یه زمانهایی میاندیشیدن که شاید درست بوده باشه، در ماجرای سیه تیره که یک آخوندی میآید و از نفوذ مذهبی خودش در میان مردم، بخشی از مردم بهره میگیره
و مردم رو برمی انگیزه در پشتیبانی از در مخالفت با قوام. البته مردم قبل از اینکه این اعلامیه معروف کاشانی بیرون بیاید که من کفن خواهم پوشید به خیابان ریخته بودن، ولی به هر روی در این جای گفتگو نیست که کار کاشانی در افتادن قوام بسیار موثر بود. ولی مردمی که با یک فتوای مذهبی یا یک جهش مذهبی یا یک انگیزش مذهبی به میدان بیایند، فردا هم با انگیزه دیگری در برابر کسی دیگر به میدان خواهند آمد. هنگامی که 30 تیر روی داد، بسیاری از درباریان یا آدمهای فرهیخته طرفدار دربار و سیاستمداران برجسته بریتانیا و ایالات متحده آمریکا دریافتند که این کاشانی مهره بسیار مهمی است، چرا که مصدق دارای یک شایستگی ملی بود، مورد پذیرش مردم در یک سپهر سیاسی و شخصیتی بود. هیچگاه مردم به او به عنوان یک رهبر دینی مذهبی نگاه نمی کردن. اصلا آدم خیلی اصلا آدم مذهبی نبود مصدق. کسی او رو به یاد نداره که مثلا به قم رفته باشه یا مکه رفته باشه، میدانیم که نرفته، یا مثلا رفته باشه به مشهد برای زیارت و چیزهای از این دست. من بارها در دوران کودکی و قردسالی مصدق رو در احمد آباد همراه پدرم دیدم، به یاد ندارم که نماز خواندن حتی او رو دیده باشم. آدم شاید پایبنده به دین بوده، ولی چندان جنبه های مذهبی خیلی پذیرفته شده رو رعایت نمی کرد. بر روی پرورش یافته فرهنگ اروپایی بود، باور دینی شاید می داشته و حتما هم داشته، ولی این باور دینی، باور دینی خیلی خرافی نبوده. بر روی مصدق به عنوان رهبر کشور، رهبر ملت، رهبر جنبش ملی شدن صنعت نفت و یک انسان پاکدامن در میان مردم شناخته شده بود. کاشانی یک رهبر دینی سیاسی بود، از نفوذ مذهبی خودش در میان مردم استفاده میکرد و در اون هنگام آدمهایی مانند شمس قنات آبادی که او هم در میان برخی از بازاریان پای داشت، از اوباش پیرامون همین کاشانی بودند. خود شعبان جعفری هم از بزن بهادرهای پیرامون کاشانی بود و چندین نفر دیگر از بزن بهادرهای بزرگ کاشان که اصلا از کاشان آمده بودند به تهران، دسته کاشی ها بهشون میگفتند، اینها پیرامون همین آقای کاشانی بودند. فدایان اسلام هم رابطه خیلی نزدیکی با کاشانی داشتند. درست پس از 30 تیر، شما اگر گزارش های اسناد جدید CIA رو نگاه کنید، میبینید که ارزیابی که از پایگاه سیا در تهران به ستاد فرستاده میشه پیش از 30 تیر و پس از 30 تیر گواه بر این است که اونها کاشانی رو یک آدم درو، فاسد و عوام فریب بررسی میکنند. اما پس از 30 تیر در این میابند که اگر کاشانی رو به سوی خودشون بکشانند، میتوانند مصدق رو کشمات کنند و تصمیم هم بر این میگیرم. این اسناد جدید به روشنی آشکار میکند که آنچه که من پیشتر آگاهی داشتم و اسنادی دربارش داشتم ولی دقیق نبود و امروز این اسناد دقیق شده و من منتشر خواهم کرد، گواه بر این است که دریافتن که یکی از رمز و رازهای شکستن جنبشی که مصدق در رهبری او هست، جدا کردن کاشانی، آوردن او به سوی دربار. چون بهبهانی که در کنار دربار بوده، بروجردی ظاهرا خاموش ولی با گرایش به سوی دربار بوده، باید کاشانی رو از مصدق جدا می کردند که با جدا کردن کاشانی نیروی مذهبی جامعه بروی متدین ایران، عوام، توده مردم و بازار از مصدق جدا بشود. و چنین هم کردن. از همون فردای 30 تیر، نخست در نشستی که در کاخ پادشاه برگزار شد که چند نفر از نمایندگان مجلس در اونجا بودن، از جمله احمد فرامرزی
که برادر او سردبیر یکی از دو نشریه مهم تهران بود، عبدالرحمن فرامرزی، از روزنامه نگاران بسیار بسیار برجسته ایران، احمد فرامرزی نماینده مجلس بود. نشستی که احمد فرامرزی و چند تن دیگر در کاخ پادشاه برگزار کردند، بنابراین شد که بکوشن کاشانی رو از مصدق جدا کنن. و آدمی که یادداشت‌های او در دست من هست میگوید که از همون فردای این تصمیم هر روز آقای باتمان قلیج هفت بامداد در خانه آقای کاشانی در پامنار یا اگر هر جای دیگر بوده شمیران هم میرفته و میگفته جناب آیت الله امری فرمایشی دستوری اگر دادید بگید من اجرا کنم. باد میکنن آقای کاشانی رو. بریتانیا از این هم کار دقیق تری انجام میده. میدونید که اونها استاد بودن در زمینه برانگیختن کارهایی که از بیرون میتواند در درون یک کشور تأثیر بگذارد. من در همین برنامه اشاره کردم به اینکه آمدن و مقاله‌ای رو در بزرگ کردن تیمورتاش در دوران رضا شاه در روزنامه تایم منتشر کردند که این به گوش رضا شاه برسد و رضا شاه تیمورتاش رو کنار بگذاره، که تیمورتاش موی دماغ اونها در سیاست داخل ایران شده بود، یعنی با تیمورتاش دشمنی داشتن. حالا اینجا کار درست مقابل اون رو انجام دادن. چه کردن؟ آمدن یک مقاله بزرگی در روزنامه تایم نوشتن در مورد اینکه این مرد شیر خاورمیانه است و ایشان رو باد کردن. آدمی که خودش بر روی مغرور هم بود او رو برجسته کردن. آقای سردبیر روزنامه خاندنی ها امیرانی، یادش بخیر، ایشان رو واقعا به شکل بسیار بسیار دردناکی در دوران جمهوری اسلامی چند بار دستگیر و سرانجام اعدام کردن. ایشان این شماره ویژه‌ای از خواندنی ها بیرون داد، این مقاله تایم رو هم ترجمه کردن، چهره کاشانی رو هم بر یک شیری نهادند که شمشیری در دست داره، چهره کاریکاتور مانند ولی در این حال شیرمانندی از کاشانی، و این رو در شمار بسیار زیادی تیراژ بالایی چاپ کردن و مقدار زیادی از اون در اختیار کاشانی و پیرامیان قرار دادن که میان مردم پخش کنه. به این ترتیب از هر سو آمدن و کاشانی رو در بر گرفتن که او رو به سوی خود بکشانند. اما هیچ کدوم از این کارها به اندازه کاری که دولت ایالات متحده بر آن شد که انجام بدهد مؤثر نبود. این اسناد جدید نشان می‌دهد که از همان چند روز پس از 30 تیر دولت ایالات متحده آمریکا یا کارکنان این دولت در درون ایران بران شدند که با کاشانی روابط برقرار کنند. و یکی از مهمترین اینها دیداری است که سرپرست اصل چهار ایران میگوید به درخواست یکی از فرزندان کاشانی، گمان میکنم آقا مصطفی بوده باشه چون مصطفی بود که خیلی فعال بود در این زمینه ها، با کاشانی دو هفته پس از 30 تیر انجام میدهد و کاشانی رو باد میکنند. در این دیدار سرپرست اصل چهار همراه با آقای اردشیر زاهدی به عنوان مترجم او به آقای کاشانی میگوین که شما رهبر ملت خاورمیانه هستید، ایران که به جای خود شما رهبر خاورمیانه اید. و ایشان گزارش های اقتصادی به او میدهد. شادباش میگوید از اینکه رئیس مجلس شده. مصدق با رئیس مجلس شدن کاشانی سخت گرفتاری داشت و میدانست که این مقدمه کاری است که در پیش خواهد بود. میدانی که هنگامی که کاشانی پس از ریاست مجلس تصمیم گرفت به مکه برود، به مصدق پیغام داده بود که بهتر است کارها سر و سامان بیابد، وگرنه هنگامی که من باز میگردم خودم همه کار رو در دست خواهم گرفت. و حتی برگشته بود به یک روزنامه‌نگار آمریکایی، گفته بود که مصدق کاری نیست، من یک چوب رو هم میتوانم به جای مصدق به نخست وزیری بگذارم، همه چیز زیر دست من است. این جنبه خودخواهی و این جنبه خودبزرگ بینی کاشانی رو دریافته بودم و این رو بزرگ کردم. من هفته آینده هنگامی که جناب مهری هم با ما هستن به
جنبه های گوناگون کوششی که برای کشاندن کاشانی کردند و نقشی که کاشانی در این زمینه داشته اشاره خواهم کرد. آنچه که برای من امروز برجسته است و در آغاز برنامه هم در اشاره به این شکستن این تندیس آتاتورک در ترکیه اشاره کردم، در این است که یکی از مخربترین، یکی از زیانمندترین جریان ها در زندگی سیاسی اجتماعی کشورها در این است که آخوند یا یک رهبر مذهبی بتواند عوام رو برانگیزه. یکی از مهمترین مؤلفه های یک جامعه سکولار در این است که این حق رو از آخوند یا از رهبر دینی بستانند که او جز در محدوده دینی در کلیسا یا مسجد حق این رو نداشته باشد که به نام رهبر دینی مردم رو برانگیزه. ببینید در این کشورهای اروپایی یا آمریکا، شما اگر به عنوان یک کشیش، رهبر دینی یا یهودی مردم رو به خیابان بکشانید که بروند و مجسمه ها رو بندازن، این رهبر رو دستگیر میکنند چون خلاف قانون هست. در کشورهای اسلامی اینها جایزه میگیرند. تمام این جنبش های اسلامی خاورمیانه به دلیل این است که این حق برانگیختن مردم از سوی رهبران مذهبی پذیرفته شده است و این رو در دوران رژیم گذشته هم پذیرفته بودند، در دوران مشروطه هم پذیرفتند، دست به دامان همین رهبران مذهبی شدند، چون اونها وقتی شرکت میکنند در این کارزارها اگر به سود این جنبش ها باشد کار را آسان میکنند و فراموش میکنند که این نقشی که این آخوند در برانگیختن مردم دارد اگر در یک جایی دارای پیامد نیکی باشد در بیشتر جاها پیامد منفی خواهد داشت. من آیندگان نمیخوانم، موسیقی حرام است، میخواست بگوید که گوشت یخزده حرام است آقای خمینی. یک رهبر مذهبی چون بر ابلهانه ترین جنبه های باور مردم تأثیر میگذارد، میتواند اونها رو در یک بزنگاه های تاریخی به پلیدترین کارها بکشاند. و یکی از مهمترین دگرگونی ها در جامعه ما در این است که آنهایی که خودشون روشن فکر دینی در ایران می دانند اعلام بکنند که با این فتواها، با این نفوذ مذهبی در حوزه سیاست، در حوزه برانگیختن مردم دشمنی و مخالفت دارند. عوام رو نباید با احساس مذهبی و به نام امام حسین به خیابان کشان که تندیس ویران کنند و آتش بزنند و ویرانگری کنند و با زندگی مدرن جامعه به جنگ برخیزن. اجازه بدهید که هفته آینده این گفتگو رو همراه با دوست گرامی هم آقای مهری دنبال کنم. سپاسگزارم.